من خودم وقتی استفاده میکردم دیگه اصلا در فکر این نبودم که خانوادم و خانومم کجا هست، چجوریه، تو چه موقعیتی هست. وقتی که ببینه داره محبت میشه، وقتی که ببینه احترام حتی میشه، و من فکر میکنم که حتی اگه ما انسان‌ها این کار رو نتونیم بکنیم، عیسی مسیح میتونه برای این شخص متعال انجام بده. سلام دوستان عزیز، اسم من امیره و خیلی خوشحال هستم همراه همسرم کانی در برنامه کلمه در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه کلمه به این حقیقت می‌پردازه که چگونه مردان و زنانی بر مسائل مشکلات اجتماعی و خانوادگی خودشون پیروز شدن. برنامه امروز ما مربوط به دوستان عزیز معتادی هست که خودشونو تنها احساس می‌کنن و طرد شده. امروز دوست عزیزی رو داریم که ما زندگی ایشون رو خواهیم شنید که خداوند چطور به طور معجزه‌آسای زندگی ایشون رو عوض کرده و این خبر خوش برای شما عزیزان هم هست. و همچنین مهمان عزیزی داریم که به وسیله تجربیات خودشون میتونن به سوالات ما از قبیل چطور میتونی دوست معتاد رو درک کرد و چطور میتونیم اونو کمک کنیم پاسخ بدن. آرامش و سلامتی که در زندگی این مرد می‌بینید، حتی نمی‌توانید تصور کنید که در گذشته چه زندگی دهشتناک و غم‌انگیزی را به عنوان یک معتاد و قاچاقچی مواد مخدر پشت سر گذاشته. مجتبی در یکی از روستاهای ایران در یک خانواده پرجمعیت و فقیر به دنیا آمد. از همان کودکی مبتلا به بیماری‌های مختلفی بود. در سن 7 سالگی با کشیدن سیگار و مصرف مشروبات الکلی آشنا گردید و بالاخره در سن 16 سالگی اولین بار از طریق یکی از اقوام با کشیدن تریاک آشنا شد. ما در فقر مالی خیلی بدی قرار داشتیم که حتی مثلا شبها رو گرسنه سر رو بالش می‌ذاشتیم و همیشه احساس می‌کردم باید این خانواده رو از این حالت بیارم بیرون، از این فقر مالی که وجود داره. پس بنابراین مجبور می شدم دست به یه کاری بزنم که دوستان من همه دور و بر من همه اعتیاد داشتن یا مشروب می خوردن و تو این زمان همیشه به یه چیز من می خواستم برسم و اون هم از اون حالت ضعف مالی اینا رو بکشم بیارم بیرون. در سن 18 سالگی برای اینکه بتواند به خانواده از نظر مالی کمک کند، به کشورهای مختلف سفر کرد و از طریق خرید و فروش مواد مخدر پول هنگفتی به دست آورد. ولی از نظر روحی و جسمی وضع او هر روز وخیم‌تر می‌شد. در اصل وقتی که زمانی که داخلش افتادم، اون اوایلش خیلی احساس بدی داشتم، چون وجدانم عذاب وجدانی داشتم و میگفتم خب چرا من باید این کارو بکنم، ولی خب چون نیاز مادی داشتم فکر میکردم این کار میتونه منو، خانواده منو نجات بده، با این کار پول خوبی میتونم در بیارم. به خاطر همین مسئله به مرور زمان دیگه برام یه سعادتی شد. بعد از بازگشت به ایران به اصرار خانواده مجبور به ازدواج شد و با مشکلات جدیدتری روبرو گردید. اختلافات خانواده و مشکلات متعدد باعث شد که از لحاظ روحی و جسمی خسته تر و ناتوان تر شود. من خودم وقتی استفاده می کردم دیگه اصلا در فکر این نبودم که خانوادم و خانومم کجا هست، چجوریه، تو چه موقعیتی هست. یعنی نیازهای خودم و نیازهای خانواده رو همه رو در اون مواد مخدر می‌دیدم و احساس اونا رو هیچ موقع بهش فکر نمی‌کردم. خیلی اولش خیلی خوشحال بودم که خداوند بهمون بچه‌ای داده، ولی بعدها یواش یواش تو این احساس بودم که خب این بچه می‌خواد چی بشه آخرش. عیناً توی جامعه‌ای که
دورورش همه اعتیاد دارن، مواد مخدر فراوونه. خب اونم میخواد خیلی زرنگ باشه مثل من، مثل پدرش میخواد یه، و اینا همه رو من تأثیر میذاش و سعی میکردم احساسات عاطفی ما، اون عاطفه ما زیر این مواد مخدر بکشونم. استفاده از مواد مخدر درمان و تسکینی برای دردهای او نبود، بلکه همچون نمکی بر روی زخمهایش بود. بیماریایی که داشتم سرطان پوست بود، آسم شدید داشتم و تو اون زمان من به خاطر اینکه از این بیماریا فرار بکنم همیشه رو به این مواد مخدر می آوردم. شنیدن صدای خدا و نیز خبری خوش از یک دوست قدیمی. خرید فروش مواد مخدر بودم، به اتاقی رفتم و در اون اتاق من صدایی شنیدم که این صدا به من، با من حرف زد این شخص که به من گفت مشتبه خبر خوشی برات دارم، بهت گفتم که تو مال این کار نیستی، که تو این زمان من یه احساس عجیبی به هم دست داد، چون تمام بدن من بعد از شنیدن این پیام شروع کرد به لرزیدن و نمیتونستم وایستم، که بعد تلفن رو برشم و با دوستم تماس گرفتم، گفتم علی جان در مورد این خبر خوشی گفتی میخوام بیشتر بشنوم چی بود جریان، و ایشون منو دعوت کردن به خونش در همون روز. وقتی که اومدم تو فکر کردم یه بند و بساطی جوره، الان خواهیم با هم یه چیزی مصرف کنیم، ولی دیدم که تو اصلا چیزی مصرف نکردی، یعنی چی شده؟ که گفتش که برای توضیح میدم، و این چیز برام خیلی جالب بود. خب برای اولین بار وقتی که اومدم تو این خونه یه ساین خیلی خوشگلی دیدم که به نام تولدت مبارک رو دیوارش بود، که من از این دوستم سوال کردم، گفتم علی تو امروز داشت تولدت بود، پس چرا به من نگفتی حداقل یه دستگل برات بگیرم بیارم یا یه کادویی بگیرم؟ و ایشون گفتش که نه، امروز تولد توه. که من خب گفتم که حتما این داره با من شوخی میکنه. اونجا متوجه شدم که اینا همه مسیحی هستن و چقدر شاد هستم، ولی متاسفانه من هیچ موقع اینطوری شاد نبودم. این دقیقا من موقعیت سابق علی رو میشناختم و ایشون منو میشناخت. یه احساس عجیبی به من دست داد که تا حالا تو زندگیم این چیز نبود. تو این زمان شروع کردیم با همدیگه دعا کردن و من خودم رو در اون شب به خداوند عیسی مسیح سپردم. و یک چیز خیلی برام جالب بود که گفتم اون چیزی که شما را، تو را علی عوض کرده، من نمیدونم اسمش هر کی میخواد باشه، عیسی مسیح خداست، من میخوام عینن تو عوض بشم. مجتبی زندگی تازه‌ای در عیسی مسیح یافت و روح و جسم و جانش شفا و تراوت گرفت و به تدریج متنفر از هر گناه و مواد مخدر گردید. بعد از دعا، یعنی میتونم بگم برای اولین بار تو کل زندگیم احساس آرامش داشتم. احساسی داشتم که نمیشد اون احساسا بهش رسید، نه با پول، نه با ماشین، نه با خونه، نه با چیزی. یه چیزی احساس خیلی عجیبی داشتم که احساس کردم تمام بارهای غم و غصه و مشکلات و درد و بیماریام همه از رو دوشم برداشته شده بود. و از اون روز به بعد هر روز دعا کردم و انجیل عیسی مسیح خوندم و هر روز پا به جلو گذاشتم و در میتونم بگم برای اولین بار بود تو دوران زندگیم وقتی که به خونه خودم برگشتم هیچ احساسی نسبت به هیچ گونه مواد مخدری نشم. زمانی که رسیدم اونجا دیدم که دوستان نشستن و دارن میکشن و یه دفعه یه چیز عجیبی شد برای من که من گفتم شما دارید چی کار میکنید؟ و اینا گفتن خود چیز معمولی مشابه. گفتم نه دیگه، من اصلا یه احساس بدی دارم نسبت به این مواد مخدر. و از همون روز در نام عیسی مسیح تمام بیماریای من، سرطان پوستی که داشتم، آسمی که داشتم و
مشکلات چیز قلبی، ناراحتی قلبی که داشتم هر ستاش در نام عیسی مسیح شفا گرفتم. مسلمه وقتی که روح القدس در من قرار گرفت و تولدی دوباره یافتم، از اون روز به بعد احساسم نه تنها نسبت به خانوادم بلکه نسبت به تمام مردم دنیا عوض شد. همیشه با خانومم وقتی که صحبت میکردم، خانومم این جمله رو همیشه میگفت که مشتبه صدات عوض شده، تو چقدر عوض شدی. چهره منو نداشتن ولی صدای منو داشتن، در صدا تشخیص میداد خانومم که چقدر من عوض شدم. و چیزی بود که روح القدس عیسی مسیح به من یاد داد که عاشق بشم، چون اون از ازل عاشق من بود. دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که با ما همراه بودید و ما رو مهمون خونه های خودتون کردید. میدونم که مشکل اعتیاد مشکل آسونی نیست، اما این را میدونیم که خداوند ما قادره که تمامی مشکلات ما رو برداره. این خداوند قادر امروز در قلب شما ایستاده و میکوبه. امروز روز نجاته. میدونم که ایمان دارید که خداوند میتونه شما رو نجات بده. بله دوستان، همونطور که مشاهده فرمودید، دیدید که چطور خدای با محبت، خدای قادر مطلق وارد زندگی مشتبه شد و زندگی او رو دگرگون کرد. زندگی که غرق فساد و تاریکی و ظلمت بود، خدا زندگی او رو تبدیل کرد و نور خودش رو به زندگی او وارد کرد. امروز همین خدا قادره که توسط عیسی مسیح وارد زندگی تو دوست عزیزم بشه. او میگه که من کنار در قلبتون ایستادم و در رو میکوبم. در رو به سوی او باز کنید تا او وارد قلب شما شده و زندگی شما رو دگرگون کنه. اگر حاضر هستید با هم دعا کنیم، دستهای خودمون رو با هم بالا کنیم و با هم دعا میکنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای مهر و محبت تو. تو خدای عظیم، تو خدای قادر مطلق که دوست گناهکاران هستی و تویی که عیسی مسیح رو یگان فرزند خودتو فرستادی تا به خاطر گناهان ما جانش رو بر روی صلیب فدا کنه. از تو متشکریم خداوند که امروز قادری که زندگی این دوست عزیزی که با ما متحد شده برای دعا دگرگون کنی، قادری که او رو از اعتیاد، از بدبختی ها، از مرض ها و از تمام خداوند و بلایایی که دچار خداوند او رو شفا بدی و یک زندگی جدید به او عطا بفرمایی، قادری که نور خودتو بر زندگی او بتابونی و ظلمت رو از زندگی او دگرگون کنی. دعا میکنم به نام قدرتمند عیسی مسیح که در نام او خداوند و شفا آزادی از اسارت هست، زندگی این عزیزان رو امروز تغییر و تبدیل بفرمایی. همونطور که زندگی من رو خداوندا که در غم و غصه و اسارت بودم خداوندا عوض کردی و یک زندگی جدید عطا فرمودی، تو قادری که زندگی عزیزانم رو عوض کنی. دعا میکنم که تو که دوست هستی خداوندا، برای اونایی که خداوندا گم شده هستن، برای اونایی که طرد شده هستن، تو که عشق و محبتت خداوندا برای اسیران و برای گم شدگان هست، امروز این عزیزانی که برنامه رو نگاه میکنن زندگیشون رو از محبت خودت خداوند رو لبریز کنی و زندگیشون رو دگرگون بفرمایی. خداوند رو دعا میکنم که همینطور کسانی که خداوند رو اسیر هستن، اسیر اعتیاد، مریضی و خداوند رو ناراحتی های مختلف تمام وجودشون رو در بر گرفته، دست پر مهر و محبت تو از طریق عیسی مسیح وارد زندگی این عزیزان شده و زندگیشون رو دگرگون کنه. تو رو شکر میکنم و همینطور دعا میکنم خداوند به رهبران کشورمون حکمت عطا بفرمایی تا بدونن که چطور میتونن جلوگیری کنن از مواد مخدر، به خانواده ها حکمت عطا بفرمایی تا بدونن که چطور بتونن به عزیزانشون که دچار اعتیاد هستن با مهر و محبت تو ای مسیح جان این عزیزان رو کمک کنن تا از اسارت گناه و اعتیاد آزاد بشن. تو رو میپرستیم و تمام خداوند وجودمون رو به تو تقدیم میکنیم در نام قدرتمند عیسی مسیح، آمین. عزیزم که شما با ما الان دعا کردید، من میخوام که این اطمینان و امید رو به تو بدم که اگر با ما دعا کردید، منتظر کارهای بزرگ و پرجلال خداوندمان عیسی مسیح باشید. عزیزانی که در دعا با ما متحد بودید، شاید بخواید که با ما تماس بگیرید و سوالات زیادی داشته باشید که ما میتونیم کمکتون کنیم. با وبسایت kalame.com و یا ایمیل tv@kalame.com منتظر سوالهای شما عزیزان هستیم. و بعد از چند آگهی دوست عزیزی رو داریم که ایشون میتونن از تجربیاتشون در مورد اعتیاد به ما کمک کنن. با ما همراه باشید.
کارتون می تواند هویت گم شده شما را بار دیگر احیا نماید. خیلی خیلی کارتون قشنگی بود و ما خیلی کیف کردیم، هم ما هم بچه‌ها، و چقدر برای خود ما این آموزنده بود و کاش که بیشتر از این فیلم‌ها بسازیم. لطفاً برای تهیه کارتون ارزش شما با شماره تلفن و آدرس زیر تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید کارتون را در سایت کلمه.com مشاهده نمایید. در ضمن می توانید کتابچه ارزش شما را تهیه و به دوستانتان هدیه بدهید. برای بچه‌ها، تمام بچه‌ها، نه بچه‌ها، تمام مردم در دنیا اینو محبت خدا رو نشان دادن. ما خیلی خیلی خوشحالیم. خدا رو شکر واقعا چه زندگی جالبی این دوستمون مشتبه داشت و خدا چطور به طرز معجزه آسای زندگی ایشون رو تغییر داده بود. اینطور نیست کانی جان؟ بله واقعا. و چقدر خانواده هایی هستن که دوچار مشکل اعتیاد هستن و واقعا دارن از این موضوع رنج میبرن و اون کانون گرم خانوادهشون از هم پاشیده. شاید خیلی از این عزیزان سوالای زیادی داشته باشن که چطور باید با اعتیاد روبرو بشن. بله متاسفانه امروز در سراسر جهان مردم زیادی هستن که اسیر این مواد خانمانسوز هستن. مخصوصا در کشور عزیزمون ایران 4 تا 5 میلیون از عزیزان ما دچار اعتیاد هستند. خیلی خوشحال هستیم که امروز مهمان عزیزی داریم. این عزیز در گذشته معتاد بودند و خداوند ایشون رو از عمق اعتیاد بیرون آورد و تونستن سالهای سال در بین معتادین خدمت کنن و اونها رو به کمک دست قدرتمند خداوند نجات ببخشند. خیلی خوش آمدید کشیش میلتن. خیلی خوشحال هستیم که امروز در میان ما هستید. مرسی. کشیش میلتن، یکی از سوالهایی که برای خانواده ها هست این که در دوستان و یا آشنایان و اعضای خانواده گاهی دیده میشه که بعضی از این عزیزان بعد از مدتی رفتارشون تغییر میکنه و خانواده متوجه نمیشن که این عزیزان دچار اعتیاد هستن، ولی بعد از مدتها که متاسفانه دیر شده اینا متوجه اعتیاد عزیزانشون میشن. میتونید شما بفرمایید و ما رو کمک بکنید که چطور میتونیم ما تشخیص بدیم دوستان ما، عزیزان ما در اعتیاد هستن؟ حتما. قلبا متشکر هستم که بنده رو دعوت کردید به این برنامه. آنچه که من فکر میکنم علاوه بر عوامل خاصی که باعث میشه یک شخص معتاد میشه، مثل بی محبتی، بی توجهی ها، شکست ها در زندگی، مخصوصا جوانان و نوجوانان، فکر میکنم که در کل در زندگی یک شخص معتاد تشخیصی که میتونیم داشته باشیم از نظر خانواده، دوستان و غیره، 3 عامل مهم وجود داره. یکی زمان هست به عنوان وقت و دیگری پول هست به عنوان سرمایه که صرف میشه و سومی همون خود مخدر هست. حالا انواع اقسام مخدرهایی هستن که وجود دارن. به عنوان وقت، به عنوان تشخیص دارم عرض میکنم، طبیعتاً شخص معتاد داره وقتش رو صرف چیز جدیدی میکنه که به اصطلاح بگیم عاشق شده برای چیز مخدری که میتونه مخرب باشه. پس میتونیم تشخیص بدیم که شخص معتاد کم کم وقتش رو دیگه صرف خانواده نمیکنه، صرف نمیدونم ورزش نمیکنه، حتی صرف خودش نمیکنه. و در ثانی از نظر نکته دوم بررسیش کنیم، پولی که داره صرف مخدر میکنه، دیگه براش مهم نیست صرف خانواده بکنه، حتی برای خودش بکنه به عنوان مجرد. و تشخیصی که ما میتونیم از این نظر داشته باشیم که داره صرف وقت و پولش صرف نکته سوم، یعنی عامل در از مخدر میشه، یک نوع شلختگی به وجود میاره به شخص معتاد. حتی به خودش نمیرسه از نظر ظاهر و کم کم بی‌حوصله میشه. از نظر روحی و روانی خیلی عصبی هست، چون باور داره که وارد برنامه شده که هیچ نجاتی نداره، چون مردم بهش میگن که در اصل هیچ چاره‌ای نداری. پس زیر فشار روحی و روانی که قرار میگیره آدم پرخاشگویی میشه، آدم عصبی میشه، زیر چشما معمولا کبود هستش،
زیاد ممکنه بخوابه، زود بیدار بشه، خیلی دیر به خونه بیاد، و اینا کمک میکنه که ما بتونیم این شخص رو تشخیص بدیم. حتی از نظر بدنی و فیزیکی اشخاصی که تزریق میکنن و میتونیم از رگاشون مشخص بشه که معمولا اینا آستیناشون رو خیلی میبندن دیده نشه، و افرادی که میکشن به عنوانی که اون فتیله رو که درست میکنن معمولا انگشت سبابه و شست سوخته میشه، خمیازه ها، آتش ها و آن نگرانی ها و عرق ریزی ها، همه اینا میتونه عامل باشه برای تشخیص. بله، خیلی متشکرم. کشش میتن، ما به عنوان دوستان، خانواده چطور میتونیم این افراد رو درک بکنیم و اونها رو کمک کنیم؟ نکته مهمی اشاره کردید که چطور میتونیم واقعا درک بکنیم، و من فکر میکنم درک یک معتاد لازمش اینه که آن شخص رو ما دوست داشته باشیم، چون که آن شخص که قبلا معتاد نبوده، حالا به هر دلیلی که پیش اومده و ایشان گرفتار این اسارت وحشتناک شدن، بزرگترین نکته اینه که اونو محبت بکنیم، نشون بدیم که او شخصیتی هست، نه اینکه منزویش بکنیم. من با خانواده‌های زیادی، حتی خانواده من همین کارو کردن، بعضی از خانواده‌ها افراد معتاد رو میسپارن به زندان‌ها که در زندان، بله، واقعیتی بعد از یه هفته دو هفته ممکنه فیزیکن بدنن اینها واقعا آزاد بشن از آن چه فیزیکی است، ولی به شما عرض بکنم مخصوصا در اعتیاد، مخصوصا اعتیاد به هروئین، چیزی است که در فکر انسانه و فکر رو اسیر ساخته، نه فقط جسم رو. و دکترها هم سعی میکنن که خدا رو شکر برای وجودشون خانواده میبرن برای دکترا، ولی هرگز نمیشه مثالی است که بگیم هروئین رو با مورفین شفا داد. پس در نتیجه یک حالت روحی روانی است، و وقتی که من خودم در زندان بودم دوست داشتم، وقتی که می اومدم بیرون فکرم منو میکشوند اونجا، و تنها چیزی که میتونه فکر ما رو راحت بکنه از این برنامه، من فکر میکنم که آنچه که در زندگی من اتفاق افتاده عیسی مسیح است. پس باید خانواده دوستان سعی کنن که به این شخص معتاد امید ببخشن، بهش بگن که راهی هست، روشی که تا حال نشنیده، همونطوری که برادر کوچیک من به من گفت عیسی مسیح میتونه تو رو نجات بده و شفا بده. مرسی. سوال دیگه‌ای که خیلی مهم هست، آیا خود شخص معتاد میتونه تأثیری در نجات از اعتیاد داشته باشه و چه کار میتونه انجام بده؟ من فکر میکنم شخص معتاد واقعا بعد از گذشت مدت اعتیادش که متوجه میشه واقعا منزوی شده و دیگه کسی محلش نمیذاره، البته در جوامع مختلف فرق میکنه، حداقل در کشور خودمان ایران، ولی شخص معتاد فکر میکنه بدبختنی شخص در جهان وجود داره، و چون که هیچ کس اهمیت نمیده او فکر نمیکنه که قدمی هست که خودش برداره. ولی همونطوری که در سوال کانی عزیز عرض کردم، اگر ما امید ببخشیم به این شخص، امیدی که تا حال نشنیده و نمیدونه چیست واقعا، و بتونیم شهادت بدیم همونطوری که اینجا نشستیم داریم این کارو میکنیم، آن وقت پنجره‌ای، دری، دروازه‌ای برای شخص معتاد باز میشه که او پس اگر اینطوریه منم یه قدمی بردارم، و این کمک میکنه به شخص معتاد که بیاد جلو، بیاد وقتی که ببینه داره محبت میشه، وقتی که ببینه احترام حتی میشه. و من فکر میکنم که حتی اگه ما انسان‌ها این کارو نتونیم بکنیم، عیسی مسیح میتونه برای این شخص معتاد انجام بده. پس در واقع نقش خود شخص معتاد خیلی مهم هست. حتما خیلی مهم است. حتما باید قدم رو برداره، ولی ما هم اهمیت داریم که به عنوان دوست، آشنا، فامیل او رو دوست داشته باشیم و واقعا بفهمه که اون شخص معتاد که اینا دوست دارن من نجات پیدا کنم. البته من هم اون وقت قدم رو به عنوان یک معتاد خواهم برداشت و خواهم رفت جلو. خیلی متشکریم. خدا رو شکر می‌کنیم برای جواب‌هایی که گرفتیم. برای مطمئناً سوال‌های بیشتری خواهد بود. ما می‌خوایم که الان از کشیش میلتن خواهش کنیم که برای این نوع دوستان دعا بفرمایند و ما با شما در دعا خواهیم بود. حتما. قبل از اینکه دعا کنم، در قلبم هست که آیه‌ای از کلام خداوند در مزامیر داوود از مزمور 94 بخونم، که در آیه 16 چنین می‌فرماید: اگر خداوند مددکار من نمی‌بود، جان من به زودی در خاموشی ساکن می‌شد. در کثرت اندیشه های دل من تسلی های تو جانم را آسایش بخشید. دعا کنیم. خداوند عزیز، برای این موقعیت تو را شکر می کنیم و متشکر هستیم که
در حضور تو خداوند خدای قادر مطلق و یگانه‌ای هستیم که تمامی قوت از آن توست. آنچه که در نزد ما انسان‌ها محال است، نزد تو ممکن است ای خداوند. در زندگی خودمان این را چشیده ایم و شهادت می دهیم که دست زورآور تو در نام عیسی مسیح کار می کند و امروز مردم را نجات می بخشد. از نظر دید تو، از دیدگاه تو، تمامی متادین کشور ما ایران و جاهای دیگر همه عزیز هستند، همه انسانهایی هستند که در اسارت به سر می برند، اما تو آمدی تا این اسارتها را در هم بشکنی و در نام عیسی مسیح قوتی هست، آغوش تو باز است برای این عزیزان که هرگاه قدم برداشته نزد تو بیایند، تو آنها را در نام خودت می توانی نجات ببخشی، همچنان که ما را دادی. پس دعا می کنم برای معتادین کشورمان به نام عیسی مسیح پدر، دست زورآور و سلامتی تو بر آنها باشد و در قلب و وجود آنها بگذار که به طرف آغوش باز تو بیایند، در نام عیسی مسیح. آمین. شکر خدا. باز هم خیلی متشکریم و تشکر میکنم. منم تشکر میکنم به نوبت خودمکانی امیر جان. مرسی. خدا برکت. بله دوستان، امروز روز نجاته. عیسی مسیح میتونه زندگی ما رو دگرگون کنه، زندگی تو عزیز رو. دعا کردیم با هم و شاید شما احساسی نکردید، ولی بدونید که عیسی مسیح در زندگی شما کار میکنه. این ربطی به احساس ما نداره، بلکه او واقعا در زندگی ما عمل میکنه. ما منتظر هستیم که از شما بشنویم و از شما نامه هایی داشته باشیم که چطور خدا زندگی شما را دگرگون کرده. به امید دیداری دوباره. لحظه ها روال انعکاس پذیری خود را که فراموش کرده بودند به یاد آوردند و پتک خاطره ها بر چوبه لجباز تکرارها منعکس می شود و اندوه سراسر وجود را می پوشاند و گریستن آرامانه تکرار لحظه ها را مشابه تر می کند. در مکاشفه امید از یاد بردن گذشته ها، فراموش کردن رویاهای آینده و تنها به زیبایی امروز نگریستن دروغ ترین امید است. در باور گذشته ها، تلخ‌ترین گذشته‌ها، به قانون نحوست فرداها نگاه کردن و باور کردن، لیک روشنی آشنای تبدیل را ایمان آوردن حقیقت واقعی است. و عمق اندوه ادامه می‌یابد و تناسب تبدیل در لابلای ناگشوده گره‌ها افزونی خود را نمایش می‌دهد و امید میزاید و صبر میباراند و با آشنای تبدیل آشناتر میکند. در این درگیر کابوس ها، در همهمه تلخ سکوت و در ابهام تلخ پرسش ها و طغیان تنهایی، در آشوب روابط و آشنایی ها، با جراحت مهلک دل یاد آوردن یک چیز تنها، ابهام گشوده افق و آشنای تبدیل را.